با سلام و آرزوی سلامتی برای همگی، جلسه هفتم درس که در واقع آخرین جلسه هست که به ریویو میپردازیم و جلسه بعد کتاب تکستبوک اصلیمون رو شروع خواهیم کرد و خدمتون ارائه میکنم. معادلات شرودینگر رو دیدیم. معادلات شرودینگر رو برای چند مسئله در واقع ابتدایی خیلی سریع حل میکنیم و قرار نیست حالا این قسمت حل ببینیم، ولی حلایی که ما میکنیم اون در واقع مسائلی هست که توی سالید استیت یک در واقع مابعضا و یا یک کاربردی داره. ساده ترینش اینه که در واقع یک الکترون آزاد رو در فضای، فرض کنید یک الکترون توی کویر گذاشتید و هیچ پتانسیلی خاصی به حسب مکان نداره و بهش میگیم الکترون آزاد. خیلی جاها الکترون هایی که توی فلز تو باند کاندکشن هستن شاید میشه گفت نزدیک به این رفتار میکنن. بعد یک ذره رو توی یک در واقع باکس بررسی میکنیم. این خیلی از در واقع کوانتوم ویل ها، ادوات اپتوالکترونیک، شاید با همین مسئله قابل توجیه باشن. حالا چاه ایدئال رو حل میکنیم و ازش چاه در واقع فاینایت یا چاه با ارتفاع محدود رو نتیجه گیری میکنیم و خیلی از در واقع صحبت هایی که راجع به در واقع خواصی که این فضای خطی که در واقع حل معادلات شرودینگر هست و با همین مسئله میشه تبیین و توجیه کرد. از این مسئله، این مسئله در واقع چاه پتانسیل بسیار مسئله مهمی هست در کوانتوم مکانیک. یک در واقع مسئله رفلکشن و ترانسمیشن از یک دیواره پتانسیل رو بررسی میکنیم و اگر این دیواره ارزش کم باشه مسئله تانلینگ رو بررسی میکنیم یا تونل زنی. و بعد این مسئله در واقع تونل زنی رو میتونیم تعمیم بدیم به یک مسئله که در واقع مسئله اساسی سالید استیت میشه گفت. این مسئله رو حالا حل نمیکنم توی این اسلاید ها، میذارم به عنوان هوم ورک میدم و بعدا حلش رو خواهیم دید. در واقع یک الکترون اگر در یک پتانسیل پریودیک قرار بگیره، مسئله معروف کرونینگ پنینگ هست و این مسئله میشه گفت مسئله اساسی سالید استیت. اگر یک مسئله بخواد در سالید استیت و از این درس یادتون بمونه اینه که در واقع این الکترون رو بتونید در یک پتانسیل پریودیک حل کنید و نتایجی که این میده. و شاید مسئله خیلی مهم دیگه ای که در کوانتوم مکانیک هم بررسی می‌کنیم مسئله هارمونیک اسیلاتوره. در واقع فرضی که در واقع پلانک کرد که در واقع اون بسته های انرژی رو به صورت H2H2 گرفت، هم عرض این میشه که در واقع این الکترون رو در یک پتانسیل سهمیگون رفتارش رو بررسی کنیم و انرژی ها به همین شکلی که آقای پلانک در نظر گرفت میشه. و این مسئله حالا چون دوباره ما به ازای بیرونی زیادی داره و هر الکترون در هر پتانسیلی که بذارید در اون قعر پتانسیل میشه هر رفتاری رو با یک سهمی تقریب زد، این مسئله هارمونیک اسیلاتور در واقع بسیاری بسیاری از مسئله ها حداقل در تقریب اول نزدیک میشن به حل این مسئله. خیلی بذارید از ساده ترین مسئله که الکترون آزاده شروع کنیم. معادله شرودینگر مستقل از زمان دیدیم. تمام این مسائل ما در این مستقل از زمان بررسی میکنیم و در واقع توی این معادله کافیه به جای VR صفر بذارم. شما هر جای VR هر عدد ثابتی هم باشه همون نقطه رو میتونید رفرنس در واقع پتانسیل اختیار کنید و هیچ چیزی از کلیت مسئله کم نمی کنه. و مشتق دوم مکانی به این ترتیب با منفی کی دو سای نسبت داره و این میدونید که معادله در واقع موجه حل این شکلی و حتما یه حلای این شکلی داره، یه A پلاس E به توان منفی I K X و یه A ماینس E به توان منفی I K X. اگر اینو جایگذاری کنیم توی معادله در واقع عدد موج همین جذر این رابطه اینجاست که میشه رادیکال 2 M E تقسیم به H بار، یا به عبارت دیگه انرژی بر حسب عدد موج یک رابطه در واقع سهمیگون داره. و حالا جلوتر هم میبینیم، قبلا هم دیده بودیم که H بار K خودش میشد در واقع مفهوم مومنتوم میداد. در واقع این همون E مساوی با P دو رو دو M در واقع برای یک ذره
آزاد انرژی رو برای الکترون آزاد انرژی رو میشه اینجوری در نظر گرفت و رفتارش با رفتار یک ذره کلاسیک به این شکل در واقع برابر میکنه که این دو قسمتی که با مثبت و منفی نشون داده شده، یکی میتونه بیانگر موج روند در جهت مثبت باشه، یکی بیانگر موج روند در جهت منفی باشه. ولی نمودار انرژی بر حسب عدد موج یا مومنتوم به هر حال یک نمایش سهمیگون است. حالا چرا این مهم میشه؟ چون وقتی که اون مسئله کرونیک پنینگ رو حل میکنیم، یا به عبارت دیگه رفتار یک الکترون رو توی پتانسیل پریودیک که یه چیزی نزدیک میشه به رفتار الکترون توی یک جسم جامد، حالا جامدی که در واقع بلورین هست و شبکه کریستالی منظم داره، اگر چنین چیزی رو حل کنیم در واقع یک نمودارهای ایکی بهمون میده. مثلا فرض کنید که برای جرمنیوم، شاید اینا رو تو کتابه حالا فیزیک الکترونیک اینا دیدید و نمودارهای ایکی، حالا انتا خطه که حالا شاید چند تا خط اصلی ترش کشید و ایکی برای سیلیکون این شکلیه و ایکی برای گلیوم آرسناید اینجوریه. دقت کنید وقتی در بالای این نمودار باند در واقع ظرفیت یا در پایین باند هدایت هستیم، هر جایی که قعری داریم و یا پیکی داریم میشه در تقریب اول باز یک در واقع سهمی به این مماس کرد. و دقت کنید تو این رابطه هایی که حالا فرض کنید یه سهمی رو به قعر اینها یا به الکترون هایی که تو باند کاندکشن مثلا جرمنیوم، سیلیکون یا گالیوم آرسناید هستن در واقع مماس کردن. و به این ترتیب تنها رابطه ای توی این کی که عدد موجه در واقع محور این وری مونه، ای هم که محور این وریه، اچ هم که ثابت پلانکه، تنها چیزی که اینجا میتونه عوض شه جرم الکترونه. حالا فرض کنید میتونم با این بازی کنم. این به چه معنیه؟ به این معنی که فرض کنید اگر این رفتار سهمیگون، رفتار الکترون آزاد باشه، الکترون توی سیلیکون یا توی جرمنیوم یا توی گالیوم آرسناید رو میتونم با یک جرم موثر مدل سازی کنم. مثل اینی که بگم الکترون آزاد هست و اون بک‌گراند در واقع پتانسیل پریودیک ماده رو پاک کنم و همه اون فیزیک نسبتاً پیچیده اون پتانسیل پریودیک رو بریزم و خلاصه کنم در یک جرم موثر. این ساده ترین شکلی است که میشه. دقت کنید که این فقط رفتار الکترون رو در پایین‌های باند مدل می‌کنه و ما می‌دونیم که در واقع وقتی الکترون‌ها از پتانسیل در واقع از آمار فرمی دیراک تبعیت می‌کنن و اگر مثلا در واقع تراز فرمی یک جایی در میانه باند کاندکشن و ولنس باشه، هر چقدر از این دور میشیم به صورت نمایی تقریبا احتمال حضور الکترون ها کم میشه. در واقع خیلی برام جذابه که در واقع رفتار الکترون ها رو فقط در همین پایین باند بدونم و اگر پایین باند رو هم بتونم با یک سهمی یا شبه سهمی تقریب بزنم، حالا سهمی های مختلفی که میبینید در واقع انحناهای مختلفی دارن، به این معنی جرم موثرهای مختلفی دارن. همین نقاشی که اینجا در واقع دیده میشه، چون اینجا تیزتره، انتظار دارم جرم موثر برای الکترون‌هایی که تو باند کاندکشن گالیوم آرسناید هستن عدد کوچکتری مثلا از سیلیکون و جرمنیوم باشه. حالا فرض کنید این اسکیل‌ها تقریبا هم اندازه با هم دیگه هستن و به این ترتیب شما این مفهوم جرم موثر که دوباره یکی از مفاهیم بسیار مهمه، یعنی باید اون در واقع مسئله کرونیک پنینگ یا یه چیزی شبیهمون حل بشه و از اون این نمودارهای نسبتاً پیچیده استخراج بشه. کار کردن با این نمودارهای پیچیده خیلی وقتا سخته و ما در واقع کل اون خطهای آبی رو در پایین‌ترین جا یا در محتمل‌ترین استیت ها با یک سهمی تقریب می‌زنیم که تقریب خیلی بدی هم نیست. شاید لازم بشه یک جایی بریم باندهای دوم و سوم رو هم وارد ماجرا کنیم. باز تو فیزیک الکترونیک احتمالاً دیدید که اگر انرژی زیادی به الکترون‌های مثلا گالیوم آرسناید بدین، از این باند وارد باند دوم میشن و اون وقت دیگه به شدت جرم موثرشون تغییر میکنه و موبیلیتی در واقع کم میشه. و یا برای حفره‌هایی که توی مثلا باند در واقع ظرفیت سیلیکون هستن، میبینید که یک سری حفره های سبکتر داریم و یک سری حفره های سنگین تر داریم. تمام اینا رو از این مسئله خیلی ساده که در واقع رفتار الکترون آزاده میشه نتیجه گرفت. اینا رو تو درس بهش برمیگردیم، ولی
پایه در واقع اینکه چرا اینجوری شده در واقع حل یک مسئله، حل معادله شرودینگر برای الکترون آزاده، و به این ترتیب رفتار الکترون های اینجا رو با الکترون آزاد و رفتار حفره‌هایی که این در پیک در واقع باند ولنس هستن و با حفره‌های آزاد میشه گفت تغییر میده. حالا مفهوم حفره رو جلوتر بیشتر گفتم. خیلی از مفاهیم مهم کوانتوم مکانیک رو میشه از مسئله یه بعدی در واقع کوانتوم باکس، کوانتوم ول نتیجه گرفت. حالا فرض کنید یک چاه ایدئال دارم. چاه ایدئال اینه که پتانسیل بیرون چاه در واقع بی‌نهایت، درون چاه صفر، یه اختلاف پتانسیل بی‌نهایت بزرگتری. به این ترتیب اگه معادله شرودینگر رو حل کنیم، در واقع اونجایی که پتانسیل بی‌نهایت بزرگه، تنها جوابی که میشه تو معادله شرودینگر متصور شد این که سای صفر باشه. هر عددی به جز سای در واقع نمیتونه تو معادله صفر کنه. پس تضمین داریم که سای در بیرون چاه صفره. درون چاه هم که از این معادله باید تبعیت کنه. به این ترتیب باز دوباره میشه جواب‌ها رو به صورت نمایی نوشت یا به صورت سینوس کوسینوسی نوشت. اینجا فرق نمی‌کنه. من به صورت سینوس کوسینوسی خواستم بنویسم. چرا؟ چون که در واقع این مسئله یه باندری کاندیشن رو سای تعمیم میکنه، یعنی سای در اکس موسی صفر و اکس موسی با ال باید صفر باشه. و اگه مسئله رو بخوایم حل کنیم به این ترتیب، شاید آپشن این که ای به توان در واقع آی که اکس رو بس بدیم و برعکس به سینوس و کوسینوس بنویسیم آپشن مناسب تری باشه. حالا اگر این فرض رو انجام بدید، کل ضرایب کوسینوسی باید صفر باشن و تنها این شکل رو داریم و کی هم باید یک رابطه خاصی با طول چاه داشته باشه، یعنی کی باید فقط NPLM باشه، منظور صحیح از PLM باشه تا بتونه این خاصیت برقرار شه. در واقع باندری کاندیشن تحمیل کرد بمون اینکه همه جواب‌ها ممکن نیستن، با اضافه کردن شرایط مرزی معادله دیفرانسیل میشه. حالا من این تیکه حل معادله دیفرانسیل اصلا کاری بهش ندارم و اگر فرض کنیم کی های مجازی که تو این معادله هستن بهمون یک سری انرژی مجاز میدن. دقت کنید که این اولین جاییه که توی مسئله قبلی که الکترون آزاد رو حل کردیم و پتانسیل در واقع هیچ قیدی روی ذره نمیگذاشت، در واقع ذره آزاد بود، انرژی و مومنتوم یا عدد موج مقادیر پیوسته میتونستن داشته باشن، هر مقداری رو اون سهمی میتونستن مقدار داشته باشن. اما اینجا که ذرهتون رو مقید به در واقع طول ال کردید، همین قید در واقع مکانی باعث شد که انرژی های ممکن برای ذره دیسکریت بشن. این بسیار مفهوم مهمیه، یعنی همین چاه ساده مفهوم کوانتایز شدن انرژی رو به سادگی به ما میده. حالا برای که سای دوباره معنی تابع احتمال رو بده، حتما سای باید نرمالیزه بشه و تابع سای ان این شکلی هستن. این تابع رو حالا در واقع چون بسته فوریه یه قسمت بزرگی از مهندسی برقه، آشنایی دارید که هر تابه میشه بر حسب اینا نوشت، یعنی هر سای شکل دیگر رو در واقع تو این فضا میشه بر حسب این سای ان هایی که جواب معادله یک چاه ایدالن نوشت. اینا در واقع یک پایه برای فضا تشکیل میدن و هر سای دیگر رو میشه بر حسب سای یک این شکلیه، در واقع دو طرفش صفره و یه مقدار ماکسیموم در میانه چاه داره. سای دو این شکلیه، سای سه این شکلیه و سای ان رو میتونید حدس بزنید که در واقع ان به اضافه یک نقطه صفر داره که دوتاش در دو سمت صفر و ال هستن و اون تعداد صفرهایی که در طول چاه داره برابر ان منهای یک خواهد بود. شکل تابع سای ان به هر حال که چه شکلیه، انرژی های متناظرشون هم اگه بخوایم بکشیم، شاید این تصویر تصویر بهتری باشه که گراند استیت هم اندازش انقدر پی دو اچ دو رو دو ام ال دو. دقت کنید هر چقدر ال کوچکتر میشه، فاصله این استیت ها از هم بیشتر میشن و گراند استیت بزرگتر میشه. ذرایبی که انرژی های دو سه، این سه بوده، این سه بوده و بقیه دارن، به صورت ان به توان دو هست، یعنی این شده دو به توان دو، سه به توان دو، همینجوری چهار به توان دو و شکل سایه نون هم که مشخصه. دقت کنید اگر در واقع طول چاه رو بزرگ و بزرگتر کنم، این استیت های انرژی به هم
نزدیک و نزدیک و نزدیکتر میشن و در واقع مسئله برمیگرده به همون مسئله فری انرژی. چرا؟ چون این چیزی که تو صورته، در واقع این رابطه که اینجا دارم N2 H2 رو 2 ML2 در واقع همون K من هستن، برمیگردم به همون K2 H2 رو 2 M. و خیلی جوابهایی که ما داریم همجور که گفتم در واقع انرژی هام آیگن ولیو های معادله شرودینگر هستن و این سای ان ها در واقع آیگن فانکشن های من هستن. دقت کنید که این توابع سای یک سای دو سای سه یک در میون در واقع زوج و فردن نسبت به وسط چاه اگه بخواید در نظر بگیریم. و حالا خواصی رو اینا باعث میشن هر دو به دو اینا رو در نظر بگیریم در واقع به هم دیگه عمودند و این فضایی که تشکیل دادیم یک فضای متعامده. میتونست این پایه‌ها پایه‌های متعامد در واقع نباشن و مقادیر انرژی هم که گفتم دیسکریتن، اینجوری با N2 H2 نسبت دارن. یک گراند استیت داریم که اینجوری خودمون گراند استیت با یک روی L2 نسبت داره. و شما اگه یه ذره کلاسیک داشته باشید بندازید توی جعبه، احتمال حضورش در هر نقطه در واقع با هم برابره، یک جعبه که تهش صاف باشه. اما اینجا اینجوری نیست. مثلا تو گراند استیت احتمال حضورش در میانه بیشتر از جاهای دیگه است، در نزدیک دیوارها که تقریبا صفره. اگه توی در واقع N مساوی با 2 وضعیت داشته شه، در احتمال حضورش در میانه دقیقا صفر میشه و دو جای دیگه پیک میزنه. برای همجور که میبینید این پترن در واقع خلاف اون چیزی هست، اون اینتویشنی هست که در واقع مسئله کلاسیک بدون میده. شما یه مسئله کلاسیک یه گلوله رو بندازین توی در واقع چاه اینجوری، تا به احتمال حضورش در مکانهای مختلف برابره. اما اینجا در واقع اینجوری نیست. دقت کنید اگر مسئله رو به ازای انهای بی نهایت بررسی کنیم، این تابع موج تقریبا یک تابع موج یک نواخت میشه، هرچند که هی داره صفر و یک میشه. اما اگر از اون رزولوشن مکانی دقیقتر بگذاریم، به ازای n مساوی با بی نهایت تقریبا توزیع دوباره یک نواخت میشه. خیلی از مسئله های کوانتوم مکانی به ازای اوردرهای بزرگ یا انهای خیلی بزرگ جوابشون نزدیک میشه به جواب مسئله کلاسیک. حالا بلکه یه حسی داشته باشین، اگر طول این چاه رو نیم نانومتر 5 آنگستروم بگیریم، در واقع فاصله اتمی قابل مقایسه با فاصله اتم بگیریم، انرژی گراند استیتمون 1.5 الکترون ولت و فاصله Ne2 تا E1 4.5 الکترون ولت میشه. در واقع این که چرا توی سالید استیت رنج الکترون هایی که باهاش کار داریم در رنج الکترون ولت، از جواب همین مسئله میاد. ما اگر این ابعاد خیلی بزرگتر می بودن، این انرژی خیلی کوچکتر می بود، و اگر ابعاد خیلی کوچکتر می بودن، این انرژی ها خیلی بزرگتر می بود. در واقع فاصله های اتمیمون چون در رنج آنگسترومه، با همین عددهایی که اینجا داریم، گراند استیت یک چیزی هولوش الکترون ولت یا در الکترون ولت. دقت کنید این پایه های متعامد این کار برامون ساده می کنن، برای که بتونیم ذرایب مناسب و برای فیت شدن هر تابعی بر اساس این پایه‌های متعامد به دست بیاریم. باز این مفاهیمو در ریاضی مهندسی یا در مهندسی برق چون زیاد دیدید، من از اینا در واقع سریع رد میشم. خوبی این در واقع این میشه نشون داد این پایه‌هامون کامپلیتن، یعنی هر تابعی رو میپوشونن، چون میدونیم هر تابعی رو میتونستیم مثلا بسته سینوسی بدیم، الان توابع سینوسی هن و ارتوگونال هن. به همین یه پایه های ارتونورمال می سازن. در واقع ضرب هر ساین کانجوگیت در سای امی انتگرالش از صفر تا ال بمون در واقع دلتای ام ان می ده. دلتای ام ان اینجوری تعریف میشه، کرونیکل دلتا، اینجوری که اگه ام و ان مساوی باشن یکه، در واقع نورمال هستن، نورمالیزه شدن توابع، و اگه نباشه صفر هن، توابع دو به دو بر هم عموده. و خوبی این در واقع این که پایه ارتونورمال داریم، هم که گفتم این ذرایب تقریبا خیلی ساده به دست میاد. شما هر
تابع دیگه رو بخواید بر اساس تابع ارتونورمال بس بدید، به سادگی سی ام تون این میشه. اگر در واقع ارتونورمال نبودن، تابع سی ام تون در واقع پیچیده تر میشه. این نمایشی که اینجا استفاده میشه که این پایه ها رو ارتونورمال میگیریم، و اگه با نوتیشن دیراک بخوام استفاده کنیم، چیزی که تو کتاب درسیتون در واقع استفاده میشه، اینجوری نمایش میدیم. در واقع میگیم ضرب برای سای ان در کت سای ام دلتای ام ان میشه. خیلی وقتا چون میدونیم داریم راجع به چی صحبت میکنیم، فقط این اندیشه مهمه که اشاره کنیم. این رابطه بالا رو خیلی وقتا اینجوری هم مینویسیم، در واقع میدونیم داریم رابطه تابع موج رو بحث می‌کنیم، تابع موج مثلا مرتبه امم در تابع موج مرتبه انم ضربش این میشه. و توی کتاب درسیتون اگه جایی در واقع یه همچین روابطی دیدید، معنیش در واقع یه همچین چیزی هست. البته اینجا در واقع تعریف ضربمون، ضرب داخلیمون از صفر تا ال، چون فضامون اینه. در جای دیگه ممکنه این تعریف ضرب داخلی مثلا از منهای بی‌نهایت تا مثبت بی‌نهایت باشه و بسته به همون مسئله، اما معنی همینو میده. در واقع معنی تعریف همون ضرب داخلی در همون فضایی که هستیم، در جاهای مختلف میتونه تعریف داخلی متفاوت باشه. مسئله سومی که حل میکنیم، در واقع همون مسئله دوم اگه بخوام تعمیمش بدیم، به جای مسئله با چاه ایدئال میشه چاه واقعی رو که ارتفاع سد این دیواره ها محدوده پتانسیل وی حل کرد. به این ترتیب توی این نواحی دو تابع موجمون، معادله که داریم با معادله در واقع الکترون آزاد فرقی نداره، یک کی های اینجوری بمیده، توابع به صورت جمع توابع سینوس کوسینوس با ضرایب میتونن باشن. توی فضای یک و سه که مشابهه، در واقع دل دو سی اینجا منفی کی دو سای بود، اینجا آلفا دو سای، و این مشتق چون مثبته، در واقع توابع به صورت ای به توان آلفا اکس و ای به توان منفی آلفا اکس جواب های این معادله هستن، که آلفا خودش توی این رابطه صفر کنه و آلفا کمیت مثبته. و به این ترتیب اگر جواب رو در حدهای این ور تو حد سه فرض کنیم به ازای اکس های مساوی با بی نهایت هم باید جواب باشه، A برای اینا صفر میشه و فقط ای به توان منفی آلفا اکس برای این تیکه هست، و برای این تیکه باز چون هر دوی این جملات باید صادق باشن، به ازای اکس های منفی بی نهایت هم هنوز باید جواب در واقع معقول و محدود داشته باشه، بی باید صفر باشه. دقت کنید از شرایطی که برای سای گذاشتیم، این که سای و مشتق به سای پیوسته باشن و سای خودش توان دوش انتگرال پذیر باشه، و این دو جمله، این شرط دیگه در واقع تحمیل میکنه که تو این نیم فضا A صفر باشه و تو این نیم فضا B نیم فضا. در واقع برای که سای دو انتگرال پذیر باشه، به این معنی سای باید باندد باشه. و جواب ها رو اینجوری داریم: از شرط پیوستگی سای و مشتق سای در این مرز X مساوی با L و X مساوی با صفر و x مساوی با l اگر استفاده کنیم، معادلات و مجهولات با هم برابر میشن. یک معادله دیگه هم در واقع از نرمالایز کردن تابع فانکشن داریم، سای داریم، که همه ضرایب به دست میاد و میتونید شکل سای و سای دو رو بکشید. دقت کنید ما اینجا از پیوستگی در واقع سای و مشتق سای استفاده کردیم، چون این جزء خواصی بود که در واقع جزء فرضهامون بود. حالا اینجا ویدیو رو در واقع قطع کنید و ببینید چرا برای مسئله دو تا اسلاید قبل که چاه در واقع ایدئال بود، چرا مشتق سای پیوسته نه؟ مگر چنین نبود که این جزء فرضمون بود؟ اینجا میتونید ویدیو رو حتما متوقف کنید و فکر کنید که چرا الان اونجا واقعا مشتق سای پیوسته نبود. خیلی در واقع اونجا که مشتق سای پیوسته نبود، حد این مسئله اینجا بود که این ارتفاع به سمت بی‌نهایت بره. اگر در واقع چون اونجا V به صورت پله‌ای از صفر تا بی‌نهایت عوض می‌شد، در واقع اون شرط صادق نبود. اگر U رو هر چقدر عدد بزرگ و
محدودی فرض کنید، هنوز هم سایل هم مشتق سایل پیوسته است. همین مسئله رو به ازای حدش و به ازای یوهای به سمت بی‌نهایت اگه حل کنید، در واقع پتانسیل این بیرون هی کوچیک و کوچیک‌تر میشه. خیلی شکل سای و شکل در واقع سای دو حالا معنی احتماله، این احتمال معنی خیلی خوب میده. در این وضعیت‌های مختلف می‌بینید اینا هم تابعه‌ها نرمالیزه شده به شکلی که سطح زیر هر کدوم از اینا با هم برابره و یک. و می‌بینید حالا مثلا تو گراند استیت با احتمال زیادی ذره در وسط چاه و با یه احتمالی در واقع بیرون چاه یافت میشه و این خلاف درک ما از مکانیک کلاسیکه. یعنی شما یه ذره رو بندازین تو چاه با یه احتمالی بیرون چاه وجود داره. توی N مساوی با 2 که گراند استیت نیست با احتمال صفر وسط چاه یافت میشه، باز خیلی کانتر اینتویتیوه، و با احتمال بیشتری چون انرژیش بیشتره با احتمال بیشتری در بیرون چاه یافت میشه و هر چقدر شما مرتبه رو بیشتر میکنید این احتمالی که بیرون چاه بزرگتر میشه. مثلا این نقاشی ها خیلی درست در واقع نسبتاشون درست نیست. خیلی خوب، خود در واقع فاصله انرژی ها یه مثال اینجا زدیم برای یه چای که ارزش 0.39 تو هر دو وضعیت. یکی مسئله ایدئال حل شده که میدونیم اینجا فاصله اینا هر کدوم در واقع N2 برابر گراند استیت هست، و توی مسئله واقعی که ارتفاع 64 الکترون ولت فاصله ها رو میبینید. در واقع اینجا با این ارتفاع 1, 2, 3, 4, 5, 6 سطح انرژی از N1 تا 6 در واقع وجود خواهد داشت. فاصله ها اینجا از فاصله یک چاه واقعی از فاصله یک چاه ایدال به هم نزدیک‌تره. بخوام اینجوری بگم اگه اینا با نسبت n دو ان، اینا با یک نسبت n به توان یک عددی بین 1 و 2 زیاد میشه. مسئله دیگه که میشه حل کرد اینه که حالا یه موج تخت صفحه‌ای داره با یک دامنه فرض کنید به یک دیوار پتانسیل میخوره و این وال بوده و مقداری برمیگرده و مقداری در واقع از این موج الکترونی داخل دیواره نفوذ میکنه. تو ناحیه یک دوباره معادل شرودینگرمون اینه، وی صفر و شکل موجی که بهمون میده یک موج ایستا میده، جمله های در واقع سینوس کوسینوسی جوابن، ای به توان IKX، ای به توان منفی IKX. تو این ناحیه اگر انرژیشو از ارتفاع این سد کمتر بگیریم در واقع موج های دیکی شونده بمونده، جواب ها به این شکلن که ای به توان آلفا اکس و ای به توان منفی آلفا اکس جواب همون هست. باز برای اینکه این تو ناحیه دو جواب ها معنی دار باشن در واقع این ضریب سی باید صفر باشه، از اون سه ضریب ABD سه معادله لازم داریم که دو معادلش از پیوستگی سای و مشتق سای در x مساوی 0 میاد، یک معادله دیگه در از نرمالیزه کردن کل تابع میاد و به این ترتیب اگر قرار بدید نسبت ضریب موجی که وارد دیواره میشه به موج تابیده شده به این میگیم در واقع ضریب ترانسمیشن، و ضریب رفلکشن یا موجی که برمیگرده به دامنه موج برگشتی به موج رونده که هر دو اینا موجهای در واقع سینوسی کوسینی هستن به دست میاد. این در واقع این کمیت ها فیزوری هستن، اگه اندازه شون رو بگیرید در واقع اندازه رفلکشن و اندازه ترانسمیشن رو بهتون میده. اگر یک آلفا همو این فاصله اختیار کنید در واقع برای یک صد پتانسیل یک الکترون، برای الکترونی که انرژی یک الکترون ولت داره و به یک صد پتانسیل با پتانسیل دو الکترون ولت برخورد میکنه، یک آلفا هم که در واقع پنتریشن دپس گفته میشه 0.2 نانومتر، یعنی حدودا در واقع دامنه این موجی که توی در واقع این دیواره صد پتانسیل نفوذ میکنه بعد از 0.2 نانومتر به یک ایوم مقدار مرزش میرسه. این اگه بخوام نزدیک ترین چیزی که تو مهندسی برق دیدیم بهش، در واقع این یه شبیه اسکین دپته این یک آلفا. و حالا این عدد رقم ها رو برای
چند وضعیت اینجا مشاهده میکنید. این تصویر بالا سای هست و تصویر پایینی سای دوه. سای دو حالا معنی احتمال میده. میبینید هر چقدر ای به صد پتانسیل نزدیک تر میشه، این پنتریشن دپ یا طول نفوذ در واقع الکترون درون این صد پتانسیل بزرگتر میشه. چون این مسئله رو برای ای های کوچکتر از در واقع وی صفر حل کردم تا نزدیک اون رو میبینید و در واقع این انیمیشن گویای این هست که این مسئله‌ای که حل کردیم به چه دردی میخوره. در واقع باز دوباره شما اگه یه الکترون رو به یک دیواره بزنید، الکترون با یک احتمالی توی این جایی که در واقع انرژیش از انرژی الکترون بیشتره وجود خواهد داشت. اگر ذره کلاسیک بود قطعاً احتمال وجودش توی این نیمه در واقع مثبت صفر بود، ولی الان میبینید سطح زیر این منحنی صفر نیست، با یک احتمالی درون این دیواره نفوذ میکنه. حالا اگر عرض این دیواره رو خیلی کوچیک بگیریم که قابل مقایسه با پنتریشن دپس یا کوچیک‌تر باشه، دوباره موج تخت صفحه‌ای رو این ور خواهیم داشت. به این میگیم پدیده تانلینگ. یا حالا اگر یه عرض محدودی در نظر بگیرید، دوباره حل الکترون در ناحیه یک موج تخت صفحه‌ای رو بهم میده، چیزی که اینجا می‌بینید. تو ناحیه دو هم همینه. این دفعه دیگه موج در واقع رونده در جهت فقط مثبت دارم، موج رونده در جهت منفی ندارم. اینجا یه موج تابونده، مقدارش برمیگرده، مقدارش نفوذ کرده و اینجا یک موج دیکی شونده تو ناحیه دو داریم که جوابش ای به توان آلفا ایکس و ای به توان منفی آلفا ایکس هستن و شما 1, 2, 3, 4 مچول دارید که از پیوستگی در واقع سای مشتق سای توی صفر و ال میتونید به این برسید. بقیه ذره به جوری گذاشتیم که در واقع سایه ها نرمالیزه باشند، کل سایه که اینجا داریم. و اگه این شرط رو قرار بدید، این ذرایب در واقع ترانسمیشن و رفلکشن برای کل این ساختار رو به دست میارید. یعنی ذریب ترانسمیشن میشه دامنه موج، این موجی که اینجا هست، این تی به این دقت کنید، اینو یک گرفتیم، این تی و موجی که برمیگردن آر. اگه آر رو به توان دو برسونید در واقع میشه ذریب رفلکشن و اگه تی رو به توان دو برسونید در واقع میشه ذریب ترانسمیشن. و چون بقای انرژی داریم، جمع این تی بزرگ و آر بزرگ بعد یک بهمون بده که چون موجی که موج توان داشته بده، چون دامنش گرفتیم باید اینجوری بشه. خیلی خوب. اگر مسئله کلاسیک بود، اگر انرژی الکترون تابیده شده از این صد پتانسیل بیشتر بود، ضریب ترانسمیشن یک بود، کامل یک بود و ضریب رفلکشن در واقع صفر. و اگر انرژی کمتر از یو صفر بود، ضریب رفلکشن یک بود، ضریب ترانسمیشن صفر بود. در واقع این مسئله کلاسیکه. چه مقدار اگر یه گلوله رو مثلا میزدیم به یه صد پتانسیلی، با چه احتمالی رد میشد، با چه احتمالی برمیگشت. اما الان برای ذره در واقع کوانتومی، این ضریب رفلکشن یک تابعی هست در واقع از عرض دیواره، ارتفاع و انرژی تابانده شده، که حالا اگر به ازای یه سری عددا، حالا یه هوم ورکی میدم به ازای یه سری عددا حساب کنید، اینجوریه که دوباره مسئله عجیبیه. یعنی همین طرفش عجیبه، همین طرفش عجیبه. حالا این طرفش رو بگم. این طرفش یعنی چی؟ یعنی انرژی الکترونمون از صد پتانسیل کوچیک‌تر. صد پتانسیل یو انرژی تو یه الکترون در این انرژی تابوندیم و با یه احتمالی رد میشه. اینجاش هم عجیبه. یعنی یه الکترون به یک صد پتانسیل میتابونیم که انرژیش بیشتره. اگه ذره کلاسیک بود حتما رد میشد. اما اینجا یک مقداریش رفلکت میشه، یه مقداری از انرژی رفلکت میشه و یه مقداری از انرژی رد میشه. در یک نقاطی هم 100% رد میشه، اما در یک نقاطی هم حالا درصد کمی رد میشه. خیلی وقتا در واقع تو این رژیم هستیم که انرژی به مراتب از یوسف کمتره و میشه نوشت که احتمال رد شدن به صورت نمایی تابع در واقع عرض دیوار است. در واقع این مسئله کجا کاربرد داره؟ ما الان توی در واقع گیت ترانزیستورای ماسپتی که داریم، ارتفاع دیواره حدوداً 4 خورده الکترون ولت و انرژی الکترون ها به مراتب از اون کمتره. اما وقتی ضخامت اکسید کیدتون، الان ضخامت اکسید گیت در واقع این الی هست که اینجا داره، هی کم و کمتر میشه، احتمال تونل زنی به صورت نمایی با این نسبت داره. و الان در واقع اگر میخواستیم
هنوز جنس اکسیدیگیت در واقع اکسید سیلیکان بمونه، این عرضه اینقدر کمی بود که این تی خیلی خیلی عدد بزرگی میشد و تو اردر یک میشد، تو اردر یک میشد، یعنی مثلا دو دهم میتونست باشه. و وقتی میتونست اینقدر زیاد باشه، در واقع جریان گیت، خوبی ماسفت این بود که جریان گیت صفر میداشت و الان دیگه اون خوبی مزیت بزرگ رو دیگه نداره. حالا در درس ها میخونید که این چه مشکل حل میشه. حالا دو تا تصویر اینجا میبینید، یکی برای ای اندکی کمتر از در واقع ای صفر و یکی برای ای بزرگتر از بی صفر. میبینید که در هر دو حالت این موج تخت یه پکت فرستادیم، این پکت در واقع حل قبلی نیست، بلکه این حل اینجوری بتونید حساب کنید باید معادله شروع دیگر وابسته به زمان حل کنید، ولی این میزان رفلکشن و میزان ترانسمیشن رو نشون میده. و ببینید وقتی این پکت میرسه به اینجا چه اتفاقی میفته. حالا اینقدر از انرژیش انگار ترانسمیت شده و یه انرژی بیشتری رفلکت شده و اینجا ببینید که یک انرژی در واقع قابل توجه تری میگذره و انرژی کمتری از اینجا رفلکت میشه. تو این دو وضعیت در واقع داستان رو میبینید. و اینکه به چه درد میخوره، حالا من این تیکر رو باز رد میشم، کاربردهای مهمی این در واقع تانلینگ در وسایل الکتریکی شبیه STM داره. مسئله آخر گفتم مسئله هارمونیک اوسیلاتوره، یک مسئله از اون سری مسائلی که گفتم رد کردم تو این پرین و اونو به عنوان هومورک میدیم. ولی در واقع اگه شما پتانسیل بین اتمی دو تا اتمو تصور کنید، در واقع بین هسته این و هسته این یه نیروی دافع است، بین ابر الکترونی این و الکترونی این یه نیروی دافع است و بین الکترون های اینو هسته این و برعکس الکترون های اینو هسته این یک نیروی جاذبه است. حالا اگر اندازه نیروها و اینا رو بنویسید، در واقع دو جمله داره، اینو احتمالاً تو شیمی دیدید، یه جمله مثلا فاصله به توان 12، یه جمله دیگه فاصله به توان 6. اگه این دو تا رو حالا یکی مثبت یکی منفی در واقع با هم جمع کنید، یه همچین ساختار پتانسیلی داره. یه جای مینیمم میشه، اونجا که مینیمم میشه در واقع فاصله بین همون پیوند اتمی دو تا اتم خاصه و در واقع ساختار در اینجا به مینیمم انرژی میرسه و در این نقطه قرار میگیره. حالا درسته این جمع دو تا یه چیزی مثلا آر به توان 12 و 6، ولی گفتم هر تابعی هول و هوش مینیممش میشه با یک سهمی تقریب زد. حالا اگر این هول و هوش مینیممش اینو با یک سهمی تقریب بزنیم، در واقع دارم این هر تابع پیچیده‌ای باشه هول این نقطه دارم بست در واقع تیلورش میدم. بست تیلور که میدم یه یوسف داره که یوسف مقدار در واقع ثابت پتانسیل هیچ تأثیری رو فیزیک مسئله نمیذاره، اینو توی درکی که از استاتیستیکال فیزیکس هم داریم میدونیم. بعدش یه جمله مرتبه اول داره که این جمله مرتبه اول صفره، در واقع مماس اینجا صفر و فقط یه جمله مرتبه دو میمونه و حالا جملات مرتبه بالاتر. اگر جملات مرتبه بالاتر صرف نظر کنم تا جمله مرتبه دو در واقع میشه سهمی. حالا یه پتانسیل این شکلی داریم. حالا این پتانسیل این شکلی رو جلوتر میبینیم که خیلی وقتا این رفتار با رفتار یک گلوله و فنر یکسانه. یعنی من یک فنری هم میداشتم که در واقع نیرو متناسب با طول میبود، پتانسیل در واقع سهمیگون به میداد. و اینو چون برای گلوله و فنر دیدیم، بعداً می‌بینیم خیلی از این مسائلی که در واقع ذات پتانسیلش سهمیگونه رو من با یه گلوله و فنر تقریب می‌زنم. برای همین دونستن گلوله و فنر کمک زیادی می‌کنه. معادله شرودینگر که حالا باید حل کنیم اینه. این معادله دیفرانسیل این شکلی اصلا حل ساده‌ای نداره. حالا اگر برگردید کتاب معادله دیفرانسیل مثلا لیسانستون هم نگاه کنید، مسائل در واقع شکل‌های ساده‌ای نداره. یکی از جواب‌هایی که تو این معادله صدق می‌کنه، از بی‌نهایت جواب که می‌تونه تو این معادله صدق کنه، این شکلیه. در واقع شکل یه تابع نرماله که اگر اینو جایگزین کنیم سی مقدارش این میشه، ای هم مقدارش این میشه و این در واقع گراند استیت سیستم. اما ان تا استیت دیگه به جز گراند استیت وجود داره. میشه نشون داد که سای ان ها یه همچین جملاتی هستن، یه سی تابع هرمیتی بشه. و حالا هرچند که سای خودش خیلی پیچیده میشه جواب این، اما ای ان یعنی انرژی متناظر در واقع اون سای انی که اینجا میزنیم یا
اینا بردار ویژه های سیستم هستن. مقادیر ویژه خیلی ساده میشه، مقادیر ویژه به صورت n به اضافه 1 دوم h بار اومگا میشه یا h نو میشه. اگر نمایش بدم در واقع یک گراند استیت دارم که 1 دوم h بار اومگا بود و سایه نسبتا ساده ای داشت، سایه در واقع گوسی داشت. بعد سایه های پیچیده و پیچیده‌تر میشدن اما انرژی ها فواصل مساوی بودن. دقت کنید وقتی حسی میتونیم اینو درک کنیم چرا در چاه پتانسیل این فواصل انرژی با N2 نسبت داشتن، و شما هر چقدر انرژی رو بزرگتر میکنید انگار عرض چاهتون یا جایی که الکترون، اون محدوده ای که الکترون میتونه باشه بزرگتر میشه، پس داره انگار عرض چاه در انرژی های بزرگ کم میشه و این فاصله ها یک جوری دارن به هم نزدیک میشن. یه درک دیگه هم اینه که در گراند استیت در این مساوی صفر باز احتمالی که این ذره در وسط چاه باشه بیشتر از اطرافه. شما فرض کنید که یک ظرفی داشتید که تهش سهمیگون بود. دوباره اینو میتونید اینجا ویدیو رو بعد که جمله‌ام تموم شد متوقف کنید و به این جمله فکر کنید. اگه یه گلوله رو مینداختم توی ظرف اینجوری، ظرف کلاسیک فرض کنید، یه گلوله کلاسیک رو مینداختم توی ظرفی که تهش اینجوری سهمی بود، احتمال پیدا کردن ذره در کناره های ظرف بیشتر بود یا در میانه ظرف؟ اینو میتونید متوقف کنید و فکر کنید و ببینید چی میشه. بله، اگه ذره کلاسیک بود، حالا بذارید من اینجا اگه بتونم قلمو بیارم. بله، اگه ذره کلاسیک رو مینداختم توی ظرف اینجوری، دقت کنید اگه پترن سرعت رو میکشیدم اینجا ماکسیموم سرعت داشت و حالا اگر مثلا انرژیش انقدر بود اینجا ها مینیموم سرعت داشت، چون احتمال، حالا در راستای اکس دارم میگم، چون احتمال حضورش با عکس سرعت نسبت داره، اینجا چون سرعتش زیاده احتمال که اینجا پیدا بشه کمه. اگه تصویر میکردم احتمال حضورش رو، اگه انرژیش انقدر بود، بیرون این انرژی که احتمال حضور نداشت، یعنی ذره کلاسیک نمیتونست اینجا نمیتونست پیدا بشه اگه انرژیش مثلا در این لحظه در اینجا رهاش میکردم، احتمال حضورش در این وسط مینیمم بود، در کناره ها بیشترین، یعنی انتظار داشتم احتمال پیدا کردن ذره به نسب مکان یه همچین تابعی بشه. خیلی خوب، گفتم تو خیلی از این سیستمای کلاسیک اگه اینو به سمت بی‌نهایت میل بدیم نزدیک میشیم به رفتار ذره کلاسیک. اینجا میبینید برای N2 در واقع اگه متوسط این سایه، متوسطی از سایه بخوام تصور کنم اینجوریه، اگه بذارید N مساوی به C، اگه شما سایه بکشید و این متوسط بکشید، نزدیک میشید به همین رفتار احتمالاتی که بعد این گفتم. بعدن به این مسئله در واقع مهم، بسیار مهم، هارمونیک اوسیلاتور بارها برمیگردیم، ولی چیزی که از اینجا لازم داریم اینه که در واقع هر تابع V بر حسب X که شما داشته باشید، دقت کنید، هر تابع در واقع هر تابع پیچیده V بر حسب X که داشته باشید، این هول و هوش مینیممش میشه با یک سهمی تقریب زد، نزدیک سهمی با سهمی تقریب زد، سهمی هول کمینه. و چرا حول کمینش مهمتره؟ باز الکترون ها چون از آمار فرمی دیراک تبعیت میکنن، احتمالاً با احتمال نمایی در انرژی های پایین تر یافت خواهند شد، با فرض اینکه در واقع کمیکال پتانسیل به اندازه کافی از این کمینه انرژی فاصله داره، و اگر تو این رژیم باشیم در واقع خیلی وقتا میتونیم از این تقریب استفاده کنیم. در واقع این تقریبی هست که در واقع اکثرا توی فیزیک الکترونیک ازش استفاده میکردیم. خیلی جای دیگه هم ما از این حل معادله در واقع شرودینگر استفاده میکنیم. شما در واقع چون که الان میدانهای عمودی توی ادوات هی داره بزرگتر و بزرگتر میشه، شما اگه پترن میدان نمودار انرژی رو برای یک ماسفت بکشید این شکلی میشه. حالا الکترون هایی که قبلا در کانال در واقع یه ماسفت بودن و حالا فرض میکردیم که هر انرژی میتونن داشته باشن، هر چقدر این میدان عمودی بزرگتر میشه، در واقع مثل اینه که این چاهمون عرضش کوچکتر و کوچکتر میشه، یا کوانتیزی شدن انرژی رو در حضور میدانهای بزرگتر برای الکترونهای درون کانال بیشتر حس میکنیم. و اگه قبلا الکترونها جوری بودن که خب اگه یه ذره کلاسیک رو توی یک چاه اینجوری بذاریم احتمالا میاد اینجا، اما برای یک ذره در کوانتومی و در وضعیت گراند استیت اگه در نظر بگیریم، حالا الکترون‌ها یک توزیع اینجوری دارن احتمالاً. چون توزیع اینجوری دارن، مرکز ثقلشون
دیگه چسبیده به دیوار نیست. اگه این ذره کلاسیک بود اینجا چسبیده به دیوار بود. حالا اینکه در واقع مرکز ثقل الکترون ها اندک اونورتر میشه باعث میشه که مومنتوم الکترون ها بیشتر بشه. یعنی مومنتوم این الکترون، مومنتوم الکترونی که اینجوری هست که برخورد کمتری با این دیواره، این دنگلینگ باند های اینجا داره، از الکترونی که چسبیده به دیوار است مومنتوم بیشتری میتونه. اگه مثلا اینو بذارم میو عمودی، این میو پریم عمودی، میو پریم عمودی از میو عمودی باید قاعدتا بزرگتر باشه با همین استدلال ساده. و دوباره این نکته مثبتی هست، یعنی ما دوست داشتیم که موبیلیتی الکترون ها بزرگ بزرگتر بشه. در واقع این کانفاینمنتی که به دلیل کوانتومی برای الکترون های اینجا پیش میاد باعث میشه که توی این راستای در واقع عمودی که بر این تصویر میبینید موبیلیتی بیشتری نشون بدن. خب این در واقع چیزی که میخواستم بگم. خیلی سریع مسئله مهم کوانتوم مکانیکی بود که تو سالید استیت به چرات ازش استفاده میکنه. یه نوتیشنه، حالا در واقع دیراک هم استفاده کردم که باز از این نوتیشن هم استفاده میکنیم. گفتم وقتی از این به بعد اگر جایی دیدید که مثلا ضرب آی در جی یا حالا ضرب ام در ام رو مثلا یه چیزی نوشته، در واقع این سای ام در سای ام و با همون تعریفی که از در واقع ضرب توی همون فضا انجام شده. و این نوتیشنی هست که در واقع در طول کتاب سایمون ازش استفاده میشه. این تیکر رو در واقع از نوتیشن دیراک و کوانتوم مکانیک لازم داریم بدونیم. بقیهش رو باز اگه چیز مهمی بود در طول درس برمیگردم و این مسائل رو در واقع ریویو میکنم، ولی بلکه حداقل بتونید کتاب رو بخونید لازم داشتید این نوتیشن رو بدونید. چیز خاصی نیست، این همون در واقع انتگرال است که بگم حالا برای چای پتانسیل انتگرال صفر تا ال در واقع سای ان استار در سای ام. حالا مثلا اگه مسئله یه بود خب خسته نباشید.